مصاحبه‌هایی را که شما در راه حقیقت تماشا می‌کنید. از مسئولین ریاست تحقیقات جنایی است و داستان‌های واقعی می‌باشند. به خاطر جالب ساختن این مستند، در بعضی از قسمت‌ها از بازیگران کار گرفته شده است. دهی اسد سال 1389، این زمانی که عبدالله از شرکت خود نزدیکای شام بود، می آمد به طرف خانه در قسمت های خوشحال خان مینه. یک چهار نفر افراد مسلح سرگاه از من می گیرد. اینجا فایر هم صورت میگیره که در اثر از او فایر یک نفر پسر کاکای عبدالله زخمی میشه و اختطافچی ها یه عبدالله را با خود میبرن. اردوی الهال زخمی رو به شفاخانه انتقال دادیم، تیم بررسی را عاجل بخوای تو موقعیت بگرد در چاروی تخلیه. بله رئیس، مشنو. بله عاجل حرکت بکنم با اون طرف. تشکر. از بیدارت محترم رئیس تحقیقات، یک اختطاف شده در سوی خوشحال خان. تیم عاجل بگیریم، موترهایتان و گپایتان آماده شده، فقط وسایل گپایتان نمونه، کنترل چک کنیم، بخیرین که حرکت کنیم بریم به اون طرف. است سامان گپایت هست؟ کل گپایت بیرون. اینا از زمانی که اختطاف از این صورت گرفتیم بررسی محل واقع را انسداد کردن. اینا که شروع کردن به بررسی محل واقع و بررسی محل واقع در وجه آثار و علائم که از آثار و که از جنایتکارا به جا مانده بود، او را شروع کردن به حفظ کردنش و برداشتن آثار از وجه. امی یک نیم ساعت یا 20 دقیقه پیشتر دیگه امی سنه آجل من رسیدم بیادر یک موتر 2000 رسید، یک صرف 2000 بود، صرف چی میگه شبستا فلونر دزر نزی بیادر یک چهار نفر دبنگ نزی بود تا شدن دوتن آجل ازی بیادر صد خوردم شد، یک نفر اختطاف کردن بردن، یک دو نفر زخمی شد، پلیس آجل رسید یا رو انداختن بردن. که این اختطاف شد ما تو فکر میکردیم چون به سرعت کلی به مل رسیده بود، ما فکر نمیکردیم که این آدم از اینجا کشیده باشه. ما میگفتیم که آدم باید در این محل باشه. بنابراین ما تا صبح در اوج ماندیم، تا صبح انسداد از او ساعه را ادامه دادیم و تا روزایی که او به دست ما آمد ما ساعت تحت انسداد ما بود. این همی جایی را که ما شب تا صبح دونم اوجه مانده بودیم، شب تا صبح ما اوجه تیر کرده بودیم، عبدالله در اونموجه بود. از این جایی که را برده بودن مسافش در حدود 200 متر بیشتر نبود. از اونموجه یک سرک فرعی دور داده بودن داخل یک خانه و خانه دو منزله بود و فردای شام ساعت 2 بجه ایر از امیجه توسط چادری یا کشیده بودن. ما چادری دار اگر از نداریم میگیم بیادر سیاسر از دیگه اعترامی که رسم و رواج و انانات اپانی ماست اونو گپا هم گاهی وقت اینا استفاده میکنن. اینان ما تدابیر خود داشتیم و تا صبح در اومال ما ماندیم تیری از اومال نکشم، لیکن تا صبح هیچ چیز باید استعمال هم فرق نمی کنه. ما هر کس که باشه
فرق نداره که چی و چی وزیر باشه و چی شاه باشه و چی گدا باشه غریب باشه، ما رئیسی کلش وظیفه خود یک رقم انجام میدیم. رفتم که وزیر مهاجرین صحبت کردیم، وزیر مهاجرین بسیار به چرت رفته بود. وزیر سر مهاجرین همون وقت خانش در خوشحال خان بینه بود و او یک گپ گفت، ما که بسیار کسا صحبت کردیم لیکن صبح ما شما صحبت داشتیم و کل اعتماد ما سر توست، سر پرسنل تان است، سر پلیس تان است و ما متعقین هستیم که شما این بچه را پیدا میکنین و شما از طرف ما عام و تام اختیار دارین و صلاحیت از این بچه هم دست شماست که زنده میمانه یا خدای ناخواسته چیزی میشه و ما به یا پول نمیتونم. اون وقتی که این گپ ما شنیدیم طبیعتا ما فشارهای خود را بسیار زیاد انداختیم. بهتر بعضی معلومات ها به دست ما آمد که در مرحله اول ما فهمیدیم که این گروپ کدام گروپ بود. همون شب ما گروپ را تشخیص دادیم، لیکن ایره که در کجا بردن و فعلا اعضای از این گروپ جنایتکار در کجاست ای به ما معلوم نبود. تیر ما انجام دادیم، 1,000,000 افغانی 1 اطلاع را در مورد یکی از این چیزها خریدیم، از این کسایی که اختطاف کرده بودن. به مجرد که او آدم به ما فروخت به اصطلاح اطلاع را که ما خریدیم، او آدم از زیر کار گرفتیم، ما میره شروع کردیم و تعقیب از یادم. این آدم را تحت تعقیب گرفتیم، نقاط مختلف را که یادم زندگی میکرد و همون روز رفت آمد داشت او را زیر نظر گرفتیم و در اینجا تنها ما نیه گروپ های مختلف کشفی کار میکرد. زمانی که ما یار زیر کار گرفتیم، نظر به اطلاعی که به دست آورده بودیم، یا آمدن یک کسی تا در چیز ماندن، لیکن این دفعه 3-4 نفر بود. یک کسی تا در قسمت قنای نجارای خشت و اختیف خیرخانه ماندن. ما میخواستیم که این کسی که مانده امیر کتینمی همکار بگیریم و بعد از او باز بریم سر کسی که اختطاف شده. اما او وقت هم او یک نفر را تعقیب داشتیم، او کسی دیگه که کسی میموند او را ما زیر تعقیب ما نبود، از لحاظی که این آدم ما زیر همون نفر را که ما ادات در موردش پیدا کرده بودیم، او که زیر تعقیب ما بود، او که از او یک جای شد کسی تا در اونجا ماندن و پس آن گپی ما تغییر کرد. ما در این فکر شدیم که آیا همی 3 نفر جای از این کسی که اختطاف شده این را دیده یا ندیده. اگر جای دیده باشه خب که ما بگیریم ارزش از این داره که باید ما بریم سر از او. اگر یانن گای وقت حالتایی میشه که جای ندیده باشه، جای دیگه کس باشه، صرف در یک جای کسی تا مانده باشن که برو کسی تا ببرده اوجا، باز جان از یادم هم در خطر قرار میگیره و با ما مشکل ایجاد میشه. بنابراین ما از این گپ در نزدیک قلعه نجارا میتونستیم که را بگیریم، ما از این گپ صرف نظر کردیم، تعقیب خود ادامه دادیم. سیدی را ما گرفتیم. او سیدی چی بود؟ از عبدالله فلم گرفته بودن که تو با فامیل تبوگو که برای ما پیسه را بان کن. ما او را نمادیم که دست فامیلش برسه، او دست پلیس بود. بشین سرزا بابا بکنی یک منه دلنه آقا اینجا کم خب در اثر تعقیب متواتری که ما انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که آدم بسیار مهم است. ارتباطات زیاد داره، یک جای رفت دیگه جای رفت اما تو تحت پوشش و اما شخصی که از عضو اختطافچی ها، عضو گروپ اختطافچی ها که زیر کار ما قرار داشت، اما کسی که ما گفتم که رئیس یکی از بخش های مهم وزارت داخل است که حال آمست
وقت ما مشوره کرد که تصمیم ما بمیست که این آدم باید بگیریم. ما آمدیم پیش قاضی استودیو، امی سوهر بیخی تحت پوشش ما بود. این آدم آمد، هیچ یادم نمیره، امی جتا شد آب نیشکر، چون تابستان بود آب نیشکر میخورد. دمین با مجرده که ما گفتم بام که بخورن نوش آب نیشکره که خورد بعد از اون ما گفتم بگیرنش. بچه های تعقیب تثبیت کردن بخونو آدم هست. این بچه های عملیاتی ایره گرفتن و بسیار سرعت انتقالش دادن، چون در حالت های دیسکری اعتمال داره که پشت از او یک کس دیگه او را تعقیب کنن، بازو بخواه که هم ایره بکشه هم پلیسه بکشه. موتر هم داشت، موترش هم یک موتر کرولای آبی بود، او را موقعیت خود انتقال دادیم، آوردیم نقومت نمیم. نامت چی هست؟ منیر. آماده هستی که با ما ارتباط همین قضیه بعضی معلومات ها رو بدید؟ بچه وزیر صاحب اختطاف کرده. با مجرد که تحقیقات شروع شد و در اولین تحقیقات خود کرد که من منیر هستم، نام پدر من لنگیاله هست، پدر من سابق در اختطاف اولین بار گفت اختطاف توسط ازید کابل بنیان گذاشته شد. هیچ کس گفت اختطاف هم نمیفهمید که امین انگیاله مسکونی لغمان است، حالا من لغمان میباشه. امین اختطاف اولین بار در کابل گفت امین رواج ساخت. هر جای که هست هم واقعیت بود. حالا خوالا دیزگیر شدی به شما به ارتباط خودت معلومات های زیاد هست. در قضیه هستی واضح با ما بگو که امین مشکل حل شد. بچه نجات پیدا کرد. ما شرکای جرمی خود گفت و ما گفتیم این کجا هست؟ این چیز جایش در کجا خواهد باشه؟ امی ما میریم در قلعه زمان خواهد. این خانه محاصره شد. زمانی که خانه محاصره شد، در عینی که ما خانه را محاصره کردیم، گروپ دیگه ما نیمت از پکتیاکوت دستگیر کردن برادر دیگه منیر گولا که نامش داده بود. خانه بده؟ دو بده ترمونت؟ چرا دو بده؟ دو بده؟
بلا بگی. خانه محاصره شد، چون سارنوال هم بود مطمئن شدن که از اینجا کسی فرار کرده نمیتونن. دروازه تق‌تق شد و بچه ها داخل خانه شدن، لیکن اونمو کمره را اینا با ویده که محاصره بود وقت کرده نتونسته بودن. اون کمره را که از عبدالله فیلمبرداری کرده بودن، اون کمره را هم از اونجا کشیده نتونست. این خانه یک خانه دو طبقه بود که دو منزل بود، یک اولی خرد داشت و در پایین تقریبا سه خانه در پایین بود و سه خانه در بالا بود و یک خانه دیگه در منزل سر بامشان در خانه بود. منیرگل میگفت ما دیر شده که در این خانه نامدیم، لیکن امی عبدالله دیده این خانه است. ما همین خانه را سر و زیرشم بالا و پایینشم کلشم هرچی که پالیدیم پیدا نکردیم. به چهار نیم بجه بسیار خوشحال بودیم، کل کارمندان ما بسیار خوشحال بودن که حالا رفتیم دیگه از این بیدارخلی چند شب و چهار شب هم خلاص بودیم. این رسیده این نفر هم به دست ما رسید. بالاخره زمانی که در اوجه رفتیم مثل که وقتی که پالیدیم مثل که یک دیوار سر خورده باشه. بچه های ما سرگردان، یک تعدادش نظر ما یک تعدادشی بود که در ایجه هست، یک تعداد میگفت نیست. چیزی نه، همه چیزی نیست. سارنوال صاحب است، اطلاعی هم کار است، نفر موجود است، به هر شکل که میشه پیداش کنه. حاجل به ازمان میدهش بچه ها دوباره تلاشید، دوباره تلاشید یک دفعه دیگه. اینجا تا 12 بجه هم پرسنل ما خسته شد، هم بسیار نامید بودن والا نشد باز کار ما بهم کنه. اگه خسته میشه تو از 4 بجه، 4 نیم بجه تا 12 بجه به پال نگلم بون، نه سرنجی بون، گای زمین بکن، گای سربان بالا شد، گای دیوار کدی لغت بزن، یه چیز هم مدست نمید. طبیعتا کلگی خسته شده بود. خب بالاخره ما در یک وقت یک نتیجه رسیدیم، یک مسافه یک دیوار با خانه به اصطلاح فرق داشت. به این مانا که مثلا اگر یک جای دیوار باشه و یک خالیگاه در وجود داشته باشه، در داخل خانه، خب از بیرون معلوم میشد، داخل یکی از خانه زیر نظر ما مشکوک آمد. دور و دور این خانه چوب گرفتگی بود، بالاش دیوار رنگ کرده بودن اما چوبای بسیار معقوله دور و دور از این خانه گرفته بودن. ما گفتیم هر که گپ که از این چوب هاست، این چوب ها را یک شکستان دیم دیگه شد. یک وقت یک چوب ها که شکستان دیم، دیدیم که یک دروازی آینی پیدا شد. دروازی آینی رنگ سرخ، سرخ رنگ شده. خب دروازی آینی را دیدیم یک زینا پایین است و دست راست دروازی آینی سلاس و سب یک کلاشینکوف هست و تفنگچه هست و مرمیز و مهمات هست دیگه هست. دروازه این کمی طرف بالا بود، باز پایین وقتی که دروازه را باز میکردی دروازه خود به خود یک 10 سانتی پیش میامد، باز میشد، در دیوال میچسبید. پایین تاکو بود، 3 متر چکوری تاکو، یک زینه های چوبی نمانده بود. تا شدیم مابین تاکو که در اینجا دیدیم سر چپرکت در زنجیر، همین عبدالله جان در زنجیر بسته کده گیست. عبدالله خانه زنده کجاست؟ خوشحال خانم. آه شکر شکر شکر، برو شکر. جور خواستی؟ جور است؟ ها؟ سرت خوب است بچیم؟ سرم خورده. سرت تو بار است؟ یک باید باید خورده؟ خوش شکر. دیگه خیم شوان آقا چیه؟ آخه دمی بیجی،
از طرف یک گروپ جنایتکارا زمانی که به طرف خانه خود میرفت با فایرهایی که سرش صورت گرفت در یک حمله مسلحانه در قسمت خایمه خوشحال خان یا افشار دو قسمت زیر برادرش مجروح کردن و خود زیر اجباراً اختطاف و بالاخره این با خود انتقال دادن. خوشبختانه در نتیجه عملیات پلیس که ما شب و روز پلیس وزارت داخلی افغانستان تا شب جلال محمد مفرم رئیسیم و همه پلیس کابل رهبری پلیس افغانستان یکیش استراحت نشده زحمات زیاد را به خاطر نجات از این کجده. خوشبختانه که ما تانیستیم در نتیجه یک عملیات برخواستایی که این روز تقریبا بالاتر از یک کلایه کنیم ساعت در بر نگرفت. خوشبختانه یک تعداد از جنایتکاران گرفتار و در نتیجه عملیات های بعدی که صورت گرفت شما رو میبینید که از راجان دونوت حالت قرار داشت. خوشبختانه که نجات داده شد. شما ببینید این جنایتکارای جانی را که اول این جای چه رقم یک جای جور کردن و او خانه را در بالا ببینید. ما دو دفعه خانه را تلاشی کردیم سه دفعه تلاشی کردیم ولی ما نتونستیم که یافت شده در عملیاتی که تحت قمانده محترم جان صورت گرفت و همه اعضای تیم چند دفعه که ما این عملیات تلاشی را کردیم نتونستیم پیدا با خاطر این تکنیکی که در بالا استفاده کردن او بیخی برای ما یک چیزی نو است. ما نمیتونستیم پور به آسانی پیدا بکنیم. بالاخره اتاق هر دو طولش گرفته شد، فاصلهش گرفته شد. خوشبختانه دیدیم که دیگر تکایی و در اینجا عبدالجان دریافت شد. شما ببینیم این نانش هست که اینجا برش آورده این جنایتکارا تا بالا اینجا نخورده و ضمناً اینمی چرا که میبینیم این مخصوص این سطل برای تشنابش هست. این برای تشنابش خودش به این حال زخمی و امروز هم چرا خانه پوری کرده بودن، فیلم برداری کرده بودن از اینا که در زو فیلم برداری از اینا در حدود $1,000,000 تقاضا کرده بودن، $2,500,000 تقاضا کرده بودن و سر خودش فیلم خانه پوری کرده بود که تو بگوی که من همه چیزا دارم و $2,500,000 برای ما تحویل بکو که خوشبختانه قبل از اینکه به او هدف شوم خود برسن خوشبختانه که برادر عزیز ما نجات یافت که میره به فامیلش به جناب رئیس محترم وزیر صاحب مهاجرین است به او فامیل و مازش تبریک میگم. عبدالله جان شکر جنایات را که کردن باز برتان بگم زنجیرا و پرپایز که شما اینجا میبینید که در پایز یک خیده بود شما اینجا در پایش خلاص کنین و در اوچی سی بگم بگه از این پایش و از اوجه یکی از بیرون وقتی که برآمد در هوای آزاد او یک حالت دیگه بود که هم پلیس ها او را احساس کردن و هم خودش و از زمانی که در خانهش ما ایر رساندیم که اول وقت سید غفار آقا رئیس بجنایی هم او وقت او را تا خانه برد هم اوجه تمام فامیل های از یاد تمام قیش حتی همسایا بسیار خوشحال بودن کلشان آمده بودن بسیار او را استقبال کردن و لیکن او به استراحت ضرورت داشت.